سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و همراهان شبکه ایرانیان امریکا. قبل از اینکه بخواید این فیلم رو ببینید و به خاطر موضوعی که انتخاب کردید ما را همراهی کنید، لطفاً این دکمه سابسکرایب رو بزنید، این دکمه زنگوله هرم بزنید تا از برنامه های جدید ما با خبر بشین و ما رو شیر کنید، برامون کامنت بذارید، حتماً بهتون جواب میدیم. و اما موضوع امروز، بوی بد پا و گزینه هایی برای پیشگیری از آن. چقدرم ادبی گفتم. ببینم، دنبال یه راه و روش هایی میگردین که از بوی بد پا خلاص بشی؟ خب پس جای درستی اومدین. اگه اینجوریه باید بدونید که شما تنها فردی نیستید که تو دنیا این مشکل رو داره و خیلی اذیتش میکنه. پس تو ادامه برنامه با ما همراه باشید، سابسکرایب، لایک، کامنت و خیلی از مسائل اون زنگوله یادتون نره. استپ تو هلس نوشته که بوی بد پا که تو دنیای پزشکی به نام بروم هیدروز میشناسنش، یه مشکلیه که خیلی ها به طور معمول و در نتیجه با رشد باکتری ها روی پوستشون باهاش درگیرن. اگرچه بوی بد پا اغلب با بهداشت ضعیف ارتباط داره، اما میتونیم دلایل دیگه‌ای هم بهش اضافه بکنیم و در موردش صحبت بکنیم. و یکی از موردهایی که اینجا در موردش میخوایم صحبت بکنیم، بوی بد پا و گزینه هایی برای پیشگیری از آن. البته پیش از معرفی روش هایی که بوی بد پا رو از بین میبره، یه مروری بکنیم به دلایل و اهمیت های اون که خیلی اهمیت داره. اول باید توجه داشته باشید که تعداد غدد عروقی پا، یعنی اون کسی که عرق میکنن، نسبت به دیگه بخش های بدن بیشتر یا نه. خب باید بدونید که این غدد در طول روز عرق ترشح میکنن تا به تنظیم دمای بدن و مرطوب نگه داشتن پوست کمک کنن. با این وجود زمانی که پاها بیش از حد عرق میکنن، احتمال تجربه بوی بد پا هم افزایش پیدا میکنن. تعرق در کنار گرمای پا که توی کفش زندانی شده، محیط خوبی رو برای باکتری ها فراهم میکنه. اگرچه باکتری ها به طور طبیعی روی پوست پا ساکنن، به تجزیه عرق هم کمک میکنن. تکثیر برخی از اونو میتونه به ایجاد بوی ناخوشایند کمک کنه. آقا بپوش. و اما نکته هایی برای خلاص شدن از بوی بد پا. گاهی اوقات استفاده پودرا و دئودورانت ها یا همون اسپری ها برای مقابله با بوی بد پا کفایت نمی کنه. اگرچه فرمول محصولات ضد تعریق و بوی بد پا تو این سالهای اخیر به میزان قابل توجهی درست شد و بهبود یافته، اما گاهی اوقات اونا تنها به طور موقت بوی بد و خنثا می کنن. این یکیش بود. اما شستشو، شستشوی روزانه. زمانی که موضوع بوی بد پا مطرح میشه، رعایت بهداشت نامناسب از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. برای همینه که شستشوی منظم و روزانه پاها با آب، اونها با آب سرد احتمالاً، صابون ملایم و برس مخصوص به این قضیه کمک میکنه. استفاده از برس‌های مخصوص پا میتونه به پاکسازی مؤثر سلول‌های مرده پوستم کمک کنه. اینو یادتون باشه. خب
خب باید ببینیم که از چه چیزی رنج میبریم. اگر از بوی بد پا رنج میبرید، میتونید دو بار در روز پاهای خودتون رو بشورید. شما میتونید این کار رو هنگام دوش گرفتن صبحگاهی یا با قوطه‌ور کردن پاها در یه رفتش از اینجا توی یه تشت حاوی آب و صابون انجام بدین. پس از شستشوی پاها اونا رو به خوبی خشک کنین و با توجه به ویژگی پوست بین انگشتای پا اونجا رو ماساژ بدین و تمیز کنین و بعدش هم دوستان کرم بزنین یا حرکتی بکنین که بوی بد پا بره. چه بویی داشتین پاش؟ خب و از همه مهمتر، تعویض روزانه جوراب. تعویض منظم روزانه جوراب ها برای پیشگیری از انباشت رطوبت و باکتری هایی که موجب بوی ناخوشایند پا میشن خیلی اهمیت داره. حقیقتا در روزهای داغ و زمانی که فعالیت های بدنی زیادی دارید، بهتر حداقل دو بار در روز جوراب های خودتون رو تعویض کنید. اگه هم شد بندازینشون دورون جوراب ها. حالت ایدئالش هم اینه که همیشه هنگام استفاده از کفش از جوراب استفاده کنید. استفاده از جوراب از تماس مستقیم پوست با کفش جلوگیری میکنه و تا حد زیادی از موندن اثر عرق درون کفش جلوگیری میکنه، یعنی پیشگیری میکنه. حالا تو این زمینه جوراب چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ جورابایی که از الیاف طبیعی و با قابلیت تنفس تولید شدن رو انتخاب کنین، یعنی از نخی و اینا. از جورابایی که مواد مصنوعی دارن جدا خودداری کنید. بعدش هم استفاده از جورابایی که اونا رو به خوبی شستین، این خیلی بهتره. و جورابایی که فکر میکنی احساس میکنی کسی، بنوزین دور. تعویض کفش برای پیشگیری از بوی بد پا. برای پیشگیری از بوی بد پا باید حداقل از دو جفت کفش استفاده کنید، یعنی یه دونه نشته بشین، هر روز اونو بپوشین. یه زمانی هم که یه روز درمیون کفشتون رو استفاده کنید، یعنی یه روز اینو بپوشین یه روز اونو بپوشین و کفش دیگه یعنی از یه دونه استفاده نکنید که همش پاتون تون کفشه باشه. حالا چه کارهایی میتونید انجام بدین توی زمینه کفش؟ یه روز درمیون کفش خودتون رو تعویض کنید. خب گفتیم زمانی که کفش استفاده نمی‌کنید اون رو در مکانی خشک و خنک و با تهویه مناسب قرار بدین که اونجا هوا رد و بدل شه. اگر هم متوجه رود مرطوب بودن بیش از حد داخل کفش شدید، میتونید کفی اون رو خارج کنین و توی مکان گرم قرار بدین تا خشک بشه. بله. و مورد بعدی استفاده از کفش‌های بازه. تهویه پوست پا عامل کلیدیه، یادتون نره. پرهیز از بوی بد و رطوبت بیش از حد که میتونید به واسطه استفاده از کفش‌های بسته این قضیه رو رطوبت رو به پاتون بدیم. به همین دلیل استفاده از پاپوشایی که با تهویه مناسب مثلا انتخاب بشن، مثل صندلا، اونا هم توصیه میشه. حالا چه کارهایی باید بکنیم؟ کفش‌های باز رو حداقل 2 ساعت در روز بپوشید تا امکان تهویه پا داشته باشه، هوا رد و بدل شه. امکان اگر داشته در هوای گرم از کفش‌های باز رو با تهویه مناسب استفاده کنید. تو اماکن عمومی مثل استخر و استخر شنا و اینا از پاپوش‌های باز استفاده کنید. کفش نپوشید حالا مثلا که استایل کفشتون رو بخواید نشون بدید. صحبت با پزشک در صورت تداوم مشکل. اگه بوی بد پای شما به رغم کارهایی که ما بالا گفتیم و خودتون انجام میدید رفع نشده و همچنان دارید زجر میکشید از این قضیه، برید پزشک. با توجه به نوع مشکل پزشک ممکنه به شما یه دعوایی بده، چیزی بده، اون قدرتتون رو متوقف کنه، یا یه عفونت یا یه بیتعادلی هورمونی دارین که به دلیل اون بوی بد پا رخ میده. توی این موارد شما درمان تخصصی نیاز دارین که میتونین این روش ها رو ادامه بدین و تکمیل کننده روش های طبیعی باشه. اون روش طبیعی رو از یاد نبرید. بله، این بود در مورد بوی بد پا. اگر همه مشکلات انجام دادید و باز هم مشکل داشتید، به پزشک مراجعه کنید. جدی میگم. خیلی ممنونم که تا آخر این فیلم رو دیدین و امیدوارم که به بقیه فیلم های ما هم در پیج ایرانیان آمریکا سر بزنید.
لطفاً برای اینکه از ما حمایت کنید ما رو سابسکرایب کنید، به دوستان خودتون معرفی کنید، شیر به اشتراک گذاشتن، اینا همه معنیاشو بگیم، بعد ما رو لایک بکنید، کامنت برامون بذارید و وقتی که ما رو سابسکرایب کردید میتونید زنگولان داده دنگ بزنید که از کارهای جدید ما با خبر بشین. خیلی ممنونم که ما رو دیدین، بازم تشکر میکنم و تا یه برنامه دیگه، شب و روزگارتون خوش و به امید دیدار.